خب سوال به ما میگه که نمودار شتاب زمانی متحرک که با سرعت اولیه سی حرکت میکنه به این شکله، سرعت متوسط در بازه زمانی 10 تا 30 ثانیه چند متر بر ثانیه است؟ خب یکی از بهترین روشهای به دست آوردن سرعت متوسط و محاسبه جابجایی استفاده از نمودار سرعت زمانه. پس ما اول باید بریم این نمودار شتاب زمان رو تبدیل کنیم به نمودار سرعت زمان. به این شکل عمل میکنیم که سطح زیر نمودار آتی به ما دلتا وی رو میده. من مساحت ها رو نامگذاری میکنم S1، این قسمت سطح زیر نمودار نداریم، اینجا S2. میگیم دلتا وی از 0 تا 10 برابر میشه با منفی S1 که برابر میشه با منفی 20. دلتا وی ما از 10 تا 15 برابر با 0 و دلتا وی ما از 15 تا 30 برابر میشه با مثبت S2 که میشه مثبت 30. خب پس ما مرحله به مرحله دلتا وی رو حساب کردیم. من سرعت اولیه رو دارم که مقدارش برابر بوده با 30، پس میتونم در هر مرحله سرعت نهایی رو به دست بیارم. به این شکل عمل میکنم: از 0 تا 10 سرعت به اندازه 20 متر بر ثانیه کاهش پیدا کرده، اما سرعت اولیه من V0 برابر با مثبت 30 بوده. از این میتونم بفهمم سرعت در لحظه 10 با 20 تا کاهش به عدد 10 رسیده. بعد از اون از 10 تا 15 سرعت تغییری نکرده و از 15 تا 30 سرعت 30 تا اضافه شده. پس بعد از زیاد شدن عدد 10 سرعت لحظه 30 به مقدار 40 خواهد رسید. پس ما مرحله به مرحله از نمودار آتی مقادیر دلتا وی رو به دست آوردیم. سرعت اولیه هر بازه رو داشتیم، دلتا وی رو روش اعمال کردیم و سرعت نهایی اون بازه به دست اومد. خب حالا برای اینکه دید بهتری از این پیدا کنید، نمودار سرعت زمانش رو در یک اسلاید دیگه براتون رسم می‌کنم. این شکل نمودار سرعت زمان ما خواهد بود. ابتدا عدد سرعت از 30 شروع شده، تا لحظه 10 ثانیه عدد من به مقدار 10 رسیده، بعد از اون مقدار سرعت ثابت مونده و بعد از اون سرعت افزایش پیدا کرده تا به عدد 40 رسیده. این هم لحظه 30 و 15. خب پس شکل نمودار ما یک همچین حالتی پیدا کرد. نمودار سرعت زمانمون یک همچین شکلی پیدا کرد. خب حالا بریم ببینیم خواسته مسئله از ما چیه. سوال مقدار سرعت متوسط از لحظه 10 تا 30 رو میخواد. میدونیم تعریف V average برابر است با دلتا X و دلتا T. خب حتما میدونین دلتا X در این نمودار برابر میشه با مساحت زیر نمودار که از دو قسمت تشکیل شده در این بازه، یکی این مساحت مستطیل و یکی این مساحت زوزنقه که من اسم اینو میذارم S3 و اسم اینو میذارم S4. پس این برابر میشه با S3 به اضافه S4 تقسیم بر طول بازه‌ای که به من داده، بازه 10 تا 30 برابر با 20 ثانیه است. خب حالا باید برم اعدادم رو جاگذاری کنم. مساحت S3 عرضش 5، طولش 10. 10 ضرب در 5 به اضافه یه مساحت S4 قاعده بزرگ 40، قاعده کوچیک 10 و ارتفاعش 15. تقسیم بر 20 که با یک محاسبه ساده به مقدار 21 و 25 خواهید رسید. پس شما برای حل این تست ابتدا نمودار ویتی رو رسم می‌کنید،
برای رسم نمودار VT مرحله به مرحله دلتا ویو رو به دست میارید. بعد از رسم نمودار VT سطح زیر نمودار سرعت زمان جابجایی رو به شما میده و از روی جابجایی مقدار سرعت متوسط به دست میاد. پس پاسخ صحیح این تست گزینه شماره 3 هست.